سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم، به همراه پوریا با خبرها و گزارش های شما در خدمتتون هستیم. از آقای دکتر نوریزاده بابت فرصت تهیه و پخش این برنامه و حمایتاشون سپاس گذاریم. به این گزارش ارسالی ببینیم و برگردیم. یعنی کیم چه خوابیده پسرم؟ بیگناه بود. پسرم یه ساعت بیرد بیرون کشتن. چیکار کرده؟ حکومت رنگ نمیدیم. چرا کشتن؟ چیکار کرده بود؟ اومدیم منزل امیرحسین. اومدیم با امیرحسین هم دوری درده بکنیم. با هم دیگه حال کنیم. اینی که میمینگ خوابیده پسرم. من باباشم. 18 سال شبان روز هم گذاشتم باسه این بچه، جوانیم رو گذاشتم باسه این بچه، هیچ زدن کشتن. از تمام مردم خواهش بود قبل از اینکه برن رای دادن بیشینه فکر کنیم. ما دوره قبل رای دادیم، یه سال و نیم تفریمون شدیم، گشت گذارمون شده اینجا. بهترین جایی که میشناسیم اینجایی. بی نمیدونم چی بگم. این همه برای مردم ایران میسوزه. آخو بر آخوارش ما مثل ما نشه. من مامان امیرحسینم. امید منو ازم گرفتن. دنیای منو خراب کردن. من از مردم ایران خواهش میکنم به خاطر خونه این بچه ها که بیگناه ریخته شد. آبان 98 میخوام بهشون بگم رأی ندید. رأی بی رأی. رأی ما سرنگون. هتل حسینی هستم، مادر شهید درویش بهنام مهتوبی. آقای رئیسی، بهنام مسیح سالم تحویل زندون دادم، ولی شما جسد اونو تحویل دادید. نمیدونم تو زندون چه بلایی به سر بهنام آوردن و کسی هم پاسخگوی من نیست. بهنام امانت دست شما بود، ولی شما که نتونستید امانتدار یک نفر باشید، چطوری میتونید امانتدار 80 میلیون نفر ایرانی باشید؟ مردم عزیز، وقتی حرف از انتخابات و رأی دادن میشه، چهره مادران و پدرانی که فرزندانشون توسط این نظام به قتل رسیدن یادتون بیاد و بدونید که هر رأی شما انگوش زدن در خونه این عزیزان هست و هر رأی شما به گفته آقایون یک موشک، همچون موشکی که به هواپیمای اوکراینی خورد و قتل 176 بیگناه. پس رأی بی رأی. اولا چه سلام خدمت تمام دوستان گلم، با منطقه، با شعور و با فهم و درکا و مؤدبا، اونایی که درک میکنن، اونایی که آگاهن و اونایی که دل سوزن نسبت به هر مسئله. یه قضیه هست که واقعا خودم رو معذف دیدم که باید در موردش صحبت کنم. من نه موافقینم که بدین رأی بدین و نه مخالفم. چرا؟ چون کسی ها نمیشه دزه کاری بازداشت و نمیشه اتباره به کاری کرد. فقط باید هر کسی نسبت به آگاه یا شعور و ادبش پیش بره. ولی خودم رأی نمیدم. چرا؟ چون اصلا چیزی نمیبینم. بعد این همه سال از اینا هیچی ندیدم. یه زمانی تعریفی کردن بابا اینام، گفتن که یه پیکانی وانتا خریدیم 21 هزار تومن با کلی اجازه سیستم و نمو تشکیلاتش 21 هزار.
من الان یه چیز بدونشون میدم که پولی دو برابر و نصفی پیکان زمان شاه آده نمیدونم اینا چه میگن خدا لعنتش کنه ما شاید نفهم و نیرزم ولی خدا بیامرز دو برابر نصفی پولی پیکان زمان شاه ببینی این هندو نره ببینی این هندو نره تو زوری به جرمی نبودی آخ خوشگیدنی رود خونه زاینده رود تو این جرونی تو این اصلا بدبختی یا در به در یا آواره جیگه برای مردم درست کردن این هندونه را ببین این هندونه همین هندونه را خریدم 47300 نز وسطی شهر تو مردابی تقه جرون بهم بدن از همین زه خریدم تو ارزون سرا خریدم 47300 یعنی دو برابر نصفی پولی یه پیکانی زمانی شو ای شا خدا بیامرزده عزیز او روز با 5000 تومن زمانی شو خدا بیامرزده چکا میکردیم؟ یه عروسی میکردیم با 5000 تومن پس چرا رفتیم گفتیم مجبر شو ها؟ چرا رفتیم؟ اشتباه کردین یه کاری درستی کردین؟ تو مدرسه بودیم آقا اشتباه کردین یه کاری درستی کردین؟ ما اشتباه کردیم رای میده؟ چرا؟ جمعه دی جرون نکوه نهاره خرجی در نمیاد یه هندونه بگیری تلف هزار تومن چه خبره همون؟ یه موز چقدره که تلف هزار تومن یه هندونه؟ بله بله ما را نکنید تو گونی ما را نکشید ما به چسنی میگم رای بدین یا ندین اما هر کسی عقل لام از سبشه به کار بندازه تو لحظه ای که رای از تو میخوان میشی مردونی خوبا زحمت چشا فهیم و با غیرت و با شعور و زدی دشمنه تموم دنیا میشن دشمنی ما و ما با یک بار رای دادنیمون دشمنه چکا کنیم برهانیم اما بچه رای میده هندونه میشه 80000 تومن دلار میشه 40000 تومن خونه میشه متر 300 میلیون توالت عمومی چهار باغ ورودیش میشه 10000 تومن غمی؟ یه زبون که من بچت لباس خودشم نمیتونه بخرم حالا بی شعور باش نفهم باش بی مسئولیت باشد نسبت به قضا یا تصمیم بگیر از ما گفتم بود خیر پیش روزگار عجیبی داریم ما تنها ملتی هستیم که آرزوی رسیدن به گذشته رو داریم قبل انقلاب جز بهترین کشورها بودیم و حالا چی داریم؟ هیچ یه مش فاسد و دزد و جنایتکار بر ما حکومت میکنن و ایران رو نابود کردن ای جماعت از چه می نالی؟ ایراد از شماست ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ماست مرد بر اون جورها گفتیم دزد در خانه بود آخر اون خانه زیبا همین ویرانه بود مثل زالوها تمام خون ما را خوردن هرچی هست و بود را اونها به یغما بردن این دیگر در ذهن مردم دین دزدان حق شده راه مردم سالها از راه دین ملفک شده عشق ممنوع و اسارت در خیابان می شود سالها میخانه ها در خانه پنهان می شود سفره ها خالی پدر شرمنده فرزند شد هر که حرف حق گفت تا روز ابد در بند شد در گرانی ها در صف گدایی کرده ایم دوستها در پادشاهی ما فقط یک برده ایم چند درصد در رقاب و ماوری در چند فرد خانه زیبای ما را ساده به ایران کردن روزه هایی را که نباید به ایران کردن راست میگوید خود کرده را تدبیر نیست ساختن سخت است و امیدی به این تدبیر نیست ای جماعت از چه مینام ایراد از شماست ما به دوستان خانه داریم و همینا حق ماست واقعا ما به دزدا خونه دادیم هر که حرف حق گفت تا روز ابد تو بند شد
حیف و صد حیف که چی بودیم چی شدیم. ایراد از خود ماست که هر بار گوله حرفاشونو میخوریم، ولی این بار آقای خامنه ای آرزوی حضور حد اکثری مردم تو خواب باید ببینه. بریم سراغ مناظره یه ریاست جمهوری. من از جناب آقای رئیس سوالم اینه، شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید، البته من احترام میگذارم به سواد حوزوی حضرت عالی، ولی با این سواد نمیشه بعد اقتصاد اداره کرد. خیلی متشکرم. این جوانهای عزیز که دسترسی دارن، شما فکر کنید که اینا خودشون الان برن رو سایت آموزش عالی ببینن که مثلا مدرک تحصیلی فرض کنید که بنده یا هر کدوم از آقایون چیه. خب من الان یک شهروند عادی استاد دانشگاهم، ایشون رئیس قوه قضاییه است. این بالاخره یه تعارض منافع داره جناب آقای رئیسی. من الان نمیدونم آیا امان نامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن. به هر حال با این جملاتی که آقای رضایی گفتن که ما میخوایم محاکمه کنیم، واقعا جناب آقای رضایی من نمیدونم حضرت عالی هنوز این که در ارتباط با برخی عملیات که علیه شما شکایت هست، همین که پیگیری نمیکنن، شما باید خدا رو شکر کنین. جناب آقای رضایی به جای اینکه بیان بگن بانک مرکزی مقصره، بگن چگونه میخواستن با گروگان گرفتن برای کشور درآمد ارزی جور کنن. ما الان 6 ماه منتظریم ایشون این اقدام بکنن، هر شاید درآمد ارزیمون به یه جایی برسه. جناب آقای رضایی شما خودتون در مجمع چند بار ما رو معطل کردیم برای FATF عدم پذیرشش پدر اقتصاد کشور در آورده، شما چرا میرید به معلول میپردازید آقای رضایی؟ تو چه مربوطی که من گفتم؟ تو چه رو میزنی؟ برای چی میزنی؟ هر بار یه سری افراد دور هم جمع میشن و پته همدیگه رو میریزن رو آب، ولی آخر سر هم یکیشون میشه رئیس جمهور، بقیهشون هم رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و آبم از آب تکون نمیخوره. پس مردم این بار رای بی رای بذارید دنیا بدونه که این نالایقان نماینده های منتخب شما نیستن. اینجا انتخابات تو کره شمالیه، مردم هستن که حکومت مردمی کیم جونگ اون رو انتخاب میکنن. اون با رأی 99.97% انتخاب شد. کاندیدا شدن مخالفان کیم جونگ اون تو کره شمالی جاکه. اینجا انتخابات تو سوریه هست، بشار اسد با 95.1% آرا رئیس جمهور شد. اون سری قبل 97% رأی آورده بود، احتمالاً اون 2% ریزش هم مال اون 12 میلیون آواره و 500,000 سوریه بدبختی بوده که بشار تو 5 سال گذشته کشتتشون، که اگه بودن لابد اونم به بشار رأی میدادن. حافظ در بشار که کلن حوصله این سوسول بازی ها رو نداشت و تو سال 1999 اعلام کرد که 100% رأی آورده. کاندیدا شدن مخالفان بشار اسد تو سوریه جوکه. و اینجا انتخابات در ایرانه، هیچ کدوم از ما رهبر رو که انتخاب نکردیم، اما باید در بین دستبوسانش رئیس جمهور رو انتخاب کنیم. کاندیدا شدن مخالفان خامنه‌ای در ایران خیلی جوکه. به کره شمالی و سوریه نخندید، ما فرقی با اونا نداریم. خلاصه که رأی بی رأی. ببینید اوضاع ایران به کجا رسیده که همرده سوریه و کره شمالی هستیم. ایرانی که یه روز همرده اروپا و آمریکا بوده و جز کشورهای قدرتمند در منطقه، اما حالا شدیم کشور حامی تروریست. اون که ظریف بیشرفشه، بالاتر از اون، گنده تر از اون، پرزیدنت دار دسته محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده. ظریف دیپلمات ولایت، بی شرف روحانی لیبرال ضد رهبر، و محمود جان که نظرش به نظر رهبر نزدیکتر بوده، الکل زده و جریان انحرافیه. اینا رو خودشون میگن و این تنها بخشی از ماجراست. خودشون میگن منتظر قائم مقام رهبر ضد انقلاب. طالقانی اولین امام جمعه حامی منافقین و شریعتی معلم انقلاب طاغوتی بوده. بازرگان اولین نخست وزیر جاسوس آمریکا و بنی صدر اولین رئیس جمهور جاسوس منافقین بوده. موسوی نخست وزیر جنگ و کروبی رئیس مجلس هم که کلن رأس فتنن، و خاتمی رئیس جمهور اصلاحات و رفسنجانی یار غار خمینی هم خواص بی بصیرتن. چقدر امام به ما فرمود نزادید این انقلاب به دست نااهل بیفته، افتاده به دست نااهل. حالا سوال اینجاست که این انقلاب اصولا کی به دست اهلش بوده؟ میبینید مردم، بین این مزدوران قاصب هیچ خوبی وجود نداره، یکی از یکی بدتر و فاسدترن که حتی خودشون هم به خودشون رحم نمی کنن. همه جای ایران بیچارگیست، مردم خانه ندارن، مردم هیچی ندارن،
اونجایی که معدن نفت است روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میخورند، سر و پای برهنه را میرن. گاهی من از اونجا که یک دفعه که عبور کردم از همون طرف اهوازون ها، از این دعات اطراف، از این راهی که ما میرفتیم و حتی بطار عبور میکرد، از این اطراف این بچه ها، این سر برهنه ها، این پا برهنه ها هجوم می آوردن که یه چیز بگیرن. از این جایی بود که مخزن نفتشون زیر پاشون بود و داشت می رفت جایی دیگه. مخازن را دادن به غیر عوضش. همین جوری مردم رو گول زدن. متاسفانه بعد 42 سال همون چیزی هم که مردم داشتن دیگه ندارن و همه محتاج نون شبشون شدن. ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرفرازی ایرانیان نداریم. اسلام آمده است که این حرفای نامربوط را از بین ببرد. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود. افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین میشود و همواره نیز چنین خواهد بود. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواهیم، ملیت را میخواهیم و اسلام را نمیخواهیم. اون مردی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سوم اسلام، این اسلام نی، تو سوم هم اسلام نیستی. با انقلاب ننگین 57 یه سری افراد با سواد و کنار گذاشتیم و کشور رو دو دستی تقدیم به یه سری افراد مریض، دوست، فاسد، جنایتکار و بی سواد کردیم تا تلافی کمبوداشون رو سر مردم خالی کنن و 42 سال هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. واقعا حیف که چی بودیم، چی شدیم. بذارید ماشین دست 100 نفر میخوای زنگ بزنم همین الان بیان اینجا بریم برخورد باز میکنم. من میگم به جان زهرا باید برخورد میکنم. آخه داری از قدرتت سوء استفاده میکنی. ببین حالا که نشنیدی بشنو، قبلا ها میگفتن خدا شاه میهن ولی الان میگن خدا قاضی قاضی. اگه تونستی با من برخورد بکنی برنده ای. بیا بزن بهش. بیا حاج آقا بشین. حاج آقا بیا بزن بهش. هر جا بگی میام. من شعبه 40 دیوان هستم. هر جا بگی میام حاجی. به قول بچه بسیجی ها دوربین ما اسلحه ماست. باشه هر جا اراده کنی اومدم. برو خود بیت صبح اونجا اگه بچه های بیتی. اینم یه نمونه از تربیت شده های همین نظام خونخوار که خیلی راحت مردم رو تهدید میکنن. هیچ کس هم نیست جلوی این افراد زورگو رو بگیره. پس مردم آگاه باشید که با اتحاد میتونیم کشورمون رو از دست این غاصبان آزاد کنیم. فقط با اتحاد، نه با رأی دادن. بریم بعدی رو ببینیم. قیافش زیبا بوده نه، اتفاقا به خاطر هم تیپ کارگری صورتش رو چیده، به خاطر همین رأی بود. اتفاقا به خاطر تبلیغات افتضاحی که در خصوص کردن گفتن با یکی بیاد این احمد اینجا داره برداره، یه ماه حموم نرفته اینا و ایش داره ببره حموم، به خاطر همین رأی آورد. همه روستایی گفتن تو رو خدا این هم مثل ما بدن شیپیش گذاشته یه ماه اینا دمش کرم از خودمونه این اینا. رأی بدید، رأی بدید. خیلی راحت به روستاییان شریف توهین میکنه. حالا بماند که رئیس جمهور منتخب خودشون هم قبول ندارن که تو دورش کلی خوردن و دزدی کردن. اینا هیچ ارزشی برای ایران و ایرانی قائل نیستن. پس انتخاب بد و بدتری وجود نداره مردم عزیز. فقط رأی بی رأی تا خون کشته شدگانمون تو این 42 سال پایمال نشه. خب عزیزان، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما گزارش.tv@gmail.com،
شماره تلفن گزارشگر ما 2044-738-822-2044-449 هست که میتونید از طریق تلگرام و واتساپ فیلماتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین میتونید ما رو در فیسبوک و اینستاگرام هم به اسم گزارش.تیوی دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته ی آینده و خبرهای جدید، خدایا رو نگهدارتون.